سلام علیکم. بی کس و کار بودین آمدین اینجا؟ خدا نکنه بی کس و کار باشیم. یله جمع کنیم برین رازی یله. چی بگم والا؟ ما امشب اینجا میمونیم آقداداش. ببینم خریدار آمد بود اینجا این آقا میگه اینجا بونگانی؟ بله بله اینه کنه میمانه. مواظب باشی سرتون کلاه نزن. برار جان انداختمش بیرون. بله ملک خانم چطورم بچه ها؟ خوبن همه خوبن. حالا دیگه ما غریبه شدیم. نه برار جان شما پول امشب دادیم از اون جهت. دست شما درد نکنه. برار جان بس بس. قربانت برم اون زنبیلی رو که گذاشتی توی یخچال ببر. باشه. فردا نهار منتظریم. تا بدینیم دادگاه کی تمام به. فکر نکنم زیاد طول بکشه. دست درد نکن. برار جان قابلی نداره بفرمایید. ایده بس خلی ماهی و روبانار و زیتون و قابل شما رو ندار. بفر میشه جان. دست شما درد نکنه. سر شما درد نکنه. این زنبیل شما فقط فردا میان پس میگیرم. خب جان حساب خطا برد. آقا آقا فرمایش میام کفشتون رو بچه دارم. نمیخواد بچه جان. خیلی کسی لازم نکرده. برر جان بلا میسر ایب چه خواستیم شمی امرا صحبت بکنم عشان غریبه این جلوی عشان نتنم. بفرما. برر جان امی خواهر برادری سر جاش امی دوام سر جاش. البت برر جان شما هی گیدین چرا نیدین امی خانه. برر جان آخه چقدر لوچان بدینیم از ملوک خانوم؟ چقدر برای ما پشت چش نازک بکنن؟ چقدر سرتکو پشت بیم؟ آها آن دفعه آمدیم خانه شما بچه ها با هم دعوا بکنن. این یکی با آن یکی بگفت گوساله. بعد ملوک خانم جان با گفت جقل مغل تهرانی بچه های تهرانی از این حرفا نمیزنن. میگم آقا آقا حالا که این حرفا سده بینید نمیخوام بچه. شما اینه میگی؟ آقا مسعود چرا نگید که روز بازار مره بیده سر و گردنه؟ خاک میسر مسعود کار بکوده کمت بکوده همچین زنم انا سرم میان. حالا آقا مسعودی چی؟ آقا لطیف و چرا نگید که هر کجا میشی نمیگه من مال شما رو بالا کشیدم. کجا بالا کشیدم؟ لطیف رو بگفته؟ لطیف خودت بکنه؟ من دنم دفع با آقا لطیف بیتر بیاد؟ حالا نگفتم برو دعوا کن که برو بابا سیزین اشان نسه برای جا خواستم بگم که شما از امان دلخور نوید فدا اگر دادگاه دورون امان ببردیم که ببرد اینشالله. اگر نبردیم فدای تیو سر تیو بلا میسر تیو بلا میسر بگنه برار جان اون زمین و سن هرچی خیط رب تیو بلا میسر نگه این شفشتون رو داده بیم تالا دارم نمیخواد بچه. بچه جان ساکت باش کارتو بکن. مگه من با شما حرف زدم؟ چقدر میخواد تیرانی زمان داره انقد. هر جور صلاح شمایه اما فردا نهار باید بیاید خانه ما. چشش باشش برا جان. چی که شما بفرمایی فردا نهار آرام عیم خود شمی خانه. تی بالا میسر بگنه برار جان. نه نکنه. فردا خواهید بایی دادگاه شناسنامه بارید فوتوکوپی بارید گرفتار نبیدوید. باشش برار جان. تی بالا میسر برار جان. خدا نگهدار شما باشه برار جان. تی بالا میسر برار جان. قطع قربان. ای خراب به مال دنیا. پیر خدا تره بیا. پر خدا تره بیامرزه. او چرا اتو مرا نگاه کنی؟ نازه که چه کرداری؟ بس خوم هسته بخوره. چه زیدش کشش اینو باش نزنه؟ چقدر بقیل تهرانی؟ بیتر بیا بیا بسته زبان داره انقد بیتر بیا بات؟ مو که نفهمیدم این چه بساطیه دیگه؟ الهی من بمیرم کاش میبرارا کارو نکرده بود. توف مال دنیا. یعنی این همون برادری که ازش شکایت کردی؟ میگه یه برادر بیشتر ندارم. عجیبه واقعا عجیبه. چش عجیبه. ما هیچ به رابطه خواهر برادری خودمونم رو خاطر این چیزا خراب نمی کنیم. والا چه حرف کنه. من مادری بکنم توف مال دنیا تو خیلی خواهر برادری. سلام بر امه های عزیزم. امه راضیه و امه مرضیه. امه
بابا گفتش که شما اینجایید، خودش که اینجا نیست. بود بشو. خوبه، حالتون که خوبه؟ بد نیام، تو چطوری؟ بد نیستم. شنیدم که امروز توی دادگاه وضع خوبی نداشتید. تیپر یه مردر آورده بود تو دادگاه همش جاش حرف میزد. ره میدونم میدونم میدونم، وکیل گرفته. تو که خودت وکیلی، تو چرا الان وکیل نبوستی؟ میگه بذار جوهر وکالتت خشک بشه بعد. بله میستر، راست که دهنش جواری، حوصله بکنه. یک سال شما چرا وکیل نمیگیرید؟ او ما که کسی رو نمیشتازیم ره. شناخته نمیخواد امه جان؟ آره قیمت زیاده. امه جان امه جان امه جان امه جان، قیمت زمین شما حدوداً 1 میلیارد و خورده ایسه. اون وقت تو سر دستمزد یک وکیل چند زنی؟ نه والله. امه جان هرچند برای من سختیسه، اما من خودم میتونم وکالت شما رو بر عهده بگیرم. یعنی تو تانی در مقابل پدرت از ما دفاع کنی؟ خب این شغل ما ایسه. شک نکنید که برنده ایسید. نگاه کنید انم. ان چیزی؟ نه وصیت نامه ایسه. وصیت نامه؟ بله، نامه یه آقا بزرگه به بابا. توش 10 هکتار زمین و بابت ارث به بابا داده و 10 هکتار بقیه رو به شما بخشیده. نامه کویه بود؟ لایه قرآن قدیمی آقا بزرگ پیداش کردم. خب حالا مثلا اگر ما قبول بکنیم شما وکیل ما باشه، در مقابل چی میخوای؟ اما جان من فقط از روی علاقه. حالا از جان که بلا میسر، در مقابل شما چی میخوای؟ خیلی خب، چون شما امه های خوب من ایسید، تقریبا 20% فروش کل زمین. من چقدر به؟ حدودا 200 میلیون ایسه. او یعنی تو تنی کاری کنی که ما برنده ببیم؟ اصلا شک نبکن. با این مدرکی که در دست ماست شما برنده ایسید. ببخشید شما این مدرک رو به پدرت نشان دادی؟ نه. آها چرا؟ خوبم میخوای با این مدرک پدرتو محکوم بکنی شما؟ حتما. تو غیرت داری پسر جان؟ چرا تو با غیرت دارم جان؟ بشو این نامه ببرده که تو دادگاه پدرتو محکوم کنی؟ خب برای اینکه من وکیلیسم. تو غلط بکنی که وکیلیسی، بیتر بیاد این نیست برای تو؟ آها تو اگه بلد بودی که از پدرت دفاع میکردی، بدن اون انا وکیل خودش نکوده. حالا بگو تو اگه صلاح و مصلحت رو میخواستی این نامه رو به پدرت نشون میدادی. آخه بیعقل، اگه به پدرت نشون میدادی که بیشتر به تو میرسید که. ایب نبو پسر جان. بوشو تو هنوز جوانی، ننی دنیا ارزش نداره. بوشو بیعقل. اون نامه رو به من نمیدین؟ نه خیر نمیدم، این نامه پاش امضای پدر منه، برای چی میدم تو؟ خب پس به بابا چیزی نگیدین، نابود ایسم، منده بشم. بوشو دل به سوخته بد برسدی. خیلی هم خوب بکنم پس ری بیاغل بیتر بیاد وکیلم. رفت؟ بله رفت. برای چی اومده بود؟ اومده بود ما رو ببینه. پسر خوبیه، به پدرش رفته. برای شایی آورده. شما دست درد نکنه. فردا اینجا میمونی؟ فردا نهار باید بریم خانه می برادر. نگران فردا نیستی؟ تو نگران که هستی، ولی کاری از دست ما بر نمیان. بله دیگه، نامه رو نشان میدیم دیگه، تفکر به خدا. ها اگه باختیم واگذارش کنین به خدا. من رو گشته ببسته. شما اینجا نهار نمیدی؟ نه ولی سر همین خیابون یه رستوران خوبی هست. دلم زفشه میشه. برو با آمروزا بگو نهار قیمه میخوره. بابا دوباره شروع شد. بیا برو دیگه. ابو رضا قیمه میخوری؟ ها؟ قیمه میخوری؟ آره بهش بگو لیمو امانی هم بندازه توش. یه لیمو امانی هم بنداز. بگو باشه میندازم. بگو باشه میندازم. بگو دست شما درد نکنه. بگو دست شما درد نکنه. بگو خواهش میکنم. بگو خواهش میکنم. این حرفا چیه؟ این حرفا چیه؟ خب بوسه از زامبی نفع گفته. سلام علیکم. سلام خسته نباشی. تمام بازار رو خریدین دیگه. ایتا
بسخاله برای بچه های خودمان یه چیزایی هم برای زن بچه ی آقا مرتضی. شما که سوغات آورده بودی. آقا پسر بزرگ آقا مرتضی نفس منه برای اون خرید کردی. خدا شانس بده والا. ببخشید سر خیابان شما چای لاهیجان داره مارکه ها. انا کارمو برعکس ببسته. همه از لاهیجان چای میارن اینجا، ما از اینجا چای میبریم لاهیجان. ای چای لاهیجان گرفتی؟ او ناراحت ببسته؟ نه نه بفرم شما چیزی شیست بفرم. خواهش کنم. با اجازه شما ببسته زنبی نفه گفتی بگر عقب شوی. خیالتون راحت، چایش حرف نداره. خدا داره بیامرزه، چه گرفتاری بوده مرا تفته. مرتضی جان بلم نیستم. ما براتون دعا میکنم. اگر ببریم یه جور ناراحت هستیم، اگر ببازیم یه جور دیگه ناراحت هستیم. اما داریم چه خاکی همه صرف کنیم، چه خاکی. میشاله که خیر پیش میاد. نمه خلو خدا ده بشیم ده دیر بسته. مرتضی جان، مرتضی جان یه بلا میزن. بشیم خاکور جان، بشیم نازم ارمام، یه باران، یه باران. بشیم خاک، شمی دستر در کنه خاکور جان. ساعت منو ندیدی؟ نه. خب دیروز تو داشتی اینجا رو جمع جور میکردی. گفتم ندیدمش. چیات این ور و بر میندازی وقت یه قیمو نمیگیری؟ اینا امروز میرن؟ انگار. خب پس یادت باشه که ملافه هاشون رو عوض میکنی. سلام. سلام علیکم. باختی؟ بردی؟ چه بگو؟ بله مبارکه، مبارکه پکوش شیرینیتون. چی شیر مبارکه؟ چی شیر شیرینیتون کو؟ میبرار تفلک خیلی ناراحت بود. خب دادگاه همینه دیگه. در عوض بردی؟ من که گفتم برد و باختش برای ما یه جوریسه. پس چرا شکایت کردین؟ اصلا سر در نمیارم. البته هنوز معلوم نیست قاضی فعلا رأی به نفع ما داد. به مرتضی گفت الهی بمیرم چه بغض کرده به مرتضی. گفت به حق خودت قانع باش. کوکاتو چی گفت؟ گفت من تقاضای چی بکنم؟ تجدید نظر. آفرین آفرین. پس زیاد ناراحت نباشین، شاید ورق برگشت و اون برنده شد. اون برنده بابا؟ هرگز. سلام. سلام علیکم. شما چرا دادگاه تموم شد گذشتین رفتین؟ خب برادر جان شما رفتی تو اتاق قاضی دیگه؟ رفتم که رفتم، رفتم برگه درخواست تجدید نظر پر کنم. ما گفتیم ممکنه کار شما طول بکشه. خیلی خوب، بسه بسه، باشین وسایلتون جمع کنین راه بیفتیم برین. رضیه یلا. آقا ببخشید یه لیوان آب به من میدید؟ اگه ممکنه خودتون به خواهرم بگید. شومی خاخوریسه؟ بله. خواهرتونه؟ بله. من فکر کردم زن و شوهرین میونتون شکرابه. مگه معلومه که شکرابه.
از 2 کیلومتری کمشه کرده بودیم. خانم سعادت ببینین آقا چی میخواد. یه لیوان آب به من میدی؟ آبانم میسته سلامت بسه سمام بکنده داشت بکنه. مگر برار و خاخور با هم دیگه گر میکنه؟ خب پیش میاد دیگه. حرفا چی میزنی قربان تو من برام؟ هنه بگو امانم دیگه رو میری. این بلا میسر مرتزا جان، بلای تو بشم مرتزا جان بفرمایی. ولی ما هیچ وقت برا هم نمیمیریم. باجی هیچ وقت نگفته که من برات میمیرم. رضا هم هیچ وقت نازمونه نکشیده. ما همیشه با هم دیگه دعوا میکنیم. ولی ما هیچ وقت با هم دعوا نکردیم. تو تا دلت بخواه ما با هم دعوا کردیم. سر چایی، سر غذا، سر کانال تلویزیون، سر خرابی تلفن، سر اداره این مسافرخونه، سر همه چی گاهی وقتا با هم قهر میکنیم. مثلا یکی دو روزه البته بازم ممکنه پیش بیاد. اما هیچ وقت از هم دیگه شکایت نمیکنیم. مرزای خیلی درسته، هیچ وقت قربون صدقش نمیرم. وقتی آقا مر ما و رضا موندیم برا هم دیگه. ما رفتم جنوب و رضا موند و این مسافر خونه. خدا بیامرزه آقا رو. خیلی خوشحالم که ما یه جوری بزرگ کرد. آو چه جوری؟ از چی حرف میزنی باجی؟ فکر کردی نمیدونم نصف مسافر خونه به اسم ما کردی؟ در حالی که ما اینجا هیچ حقی ندارم. این حرف رو نزن باجی. من از کجا فهمیدی که نصف مسافرخونه رو به اسم تو کردم؟ کلاغه خبر آورد. دست درد نکنه. خوش اومدی. خدا به امراه. شما پیغام نداری؟ خودتو لوس نکن. شما پیغام نداری؟ گفت که خودتو لوس نکن. اینم خودش یه جورشه، ساده